مهمان من در این برنامه قرار بود طبق خاص پدر بزرگش ملا و پیش نماز مسجد شود و زمانی هم در نوجوانی ملای ده چالاکو در استان هرمزگان شد، ولی زندگیش مسیر دیگری در پیش گرفت و او را به تورنتو کانادا کشاند. حسن زرهی روزنامه‌نگار و نویسنده و سردبیر نشریه هفتگی و پرخواننده شهروند است که 27 سال است بی‌وقفه در شهر تورنتو کانادا منتشر می‌شود. از ملای ده چالاکو تا سردبیری در تورنتو راه درازی است. این راه را چطور پیموده است؟ آقای حسن زرهی، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. تشکر میکنم از لطفی که فرمودین، در خدمت هستم. آقای زرهی، از چالاکو تا تورنتو راه خیلی درازی اومدید، یعنی هم از نظر مسافت و هم از نظر حرفه. این ماجرای ملای ده شدن شما چی بود؟ والا شما یه چیز رو پیدا کردین، خود منم از خاطرم رفته بود، سالها بود. من به درخواست یکی از جوانهای سیریک یه یادداشتی نوشته بودم که به تبع به این موضوع هم اشاره کرده بودم. من پدر بزرگ مادریم ملای اون منطقه بود، یعنی امام جمعه اون منطقه بود و خیلی آرزو داشت که من هم بشم ملا حسن در آینده. برای همین خب من دوره خیلی کوتاهی رفتم قشم، درس خوندم، درس دینی خوندم و یه دوره خیلی کوتاهتری هم ملای مسجد ده چالاکو که ده ما در بخش بیابان و سیریک بود شده. دقیقا سیریک کجاست آقای زرهی؟ سیریک شهرستانی است در میان راه جاسک و مینا با بندر عباس، 70 کیلومتر در جنوب مینا و نزدیک به 200 کیلومتر در شمال جاسک، در کناره های دریای عمان. ما یکی از نزدیکترین شهرهای ایران به امارات متحده عربی هستیم و یک رابطه خیلی طولانی، تاریخدار و تقریبا ناگسستنی هم بین سیریکی ها و اماراتی ها هست. خب شما البته مدت هم که گفتیم مدت کوتاهی ملا حسن بودید، ولی خب حالا چرا کنار گذاشتین اون نصیحت پدر بزرگ تا به آخر نرفتیم؟ والا نصیحت پدر بزرگ دو ویژگی داشت که فکر کنم دومیش برای اولی چربید، دومیش هم این بود که همیشه بخونین و این خوندنی که اون زنده یاد به ما یاد داد ما را دور کرد از نصیحت اولی. من خیلی میخوندم و خیلی دقت میکردم و خب اینا باعث شد که از ملا شدن دور شیم و به گونه دیگه به دنیا و انسان و هر آنچه هست نگاه کنید. خب بالاخره شما رفتین به دبیرستان و بعدش هم لیسانس گرفتین در ادبیات و شدین دبیر ادبیات در دبیرستان‌های مختلف، ولی بعد از انقلاب ظاهرا مشکلات ایجاد شد سر ادامه کارتون از نظر درس دادن در دبیرستان. خدمتتون عرض کنم که ما در دوره‌ای که آقای رجایی وزیر آموزش پرورش بود دبیر بودیم و در دوره آقای رجایی 20,000 آموزگار ایرانی از 3 جای ایران، کردستان، ترکمن صحرا و هرمزگان، کل استان اخراج شدند. ما جز اون جمعیت 20,000 نفره معلم‌های اخراجی مناطق سنی نشین ایران بودیم. یعنی شما فکر میکنین به دلیل سنی بودن؟ اطمینان ندارم که تنها دلیلش اون بوده باشه، ولی اون هم یکی از دلایل بود، بی تأثیر نبود. برای اینکه 20,000 نفر از این 3 منطقه اخراج شدن، در واقع از کردستان، ترکمن صحرا و بندر عباس. و خب خیلی مردم هم مقاومت کردن، مخصوصا در بندر عباس بعد از اخراج ماها کل استان تعطیل شد، حتی نونوایی‌ها نان نمی‌پختن. اینی که اینا عقب نشینی کردن، ما رو برگردوندن سر کار و منتظر موندن تابستون که مدارس تعطیل شد اخراجمون کردن. و بالاخره این مسیر رو طی کردید تا حدود 30 سال قبل
اومدید به کانادا و 3 سال بعد از ورودتون در کانادا این نشریه شهروند رو تأسیس کردید، درسته؟ قبلش هم یه نشریه دیگه ما منتشر میکردیم به نام صاحبان، یک نشریه ماهنامه من و دوستم سلیمان واسقی، نامه خواننده از سولی، من و سولی یه نشریه به نام صاحبان منتشر کردیم و دوست دیگری و نزدیک به 4 سال این یک مجله ماهانه فرهنگی ادبی توی همین دلبستگی های خود ما بود. بعد از اون از جولای 1991 شهروند مونده. حالا چه نیازی برای شهروند بود در اون زمان که شما فکر کردید که باید منتشرش کردید؟ اولا نیازش بعد از اینکه ما منتشر کردیم احساس کردیم بیشتر از اون چیزی بود که ما گمان میکردیم، ولی خود من همیشه به این فکر میکردم که جامعه روشنفکری و فرهنگی ایرانی در انتشار نشریات عمومی خیلی خوش اقبال نبوده. یعنی روشنفکرها به نشریات کم سن عادت کرده. من آقای شاملو فکر کنم یکی از چیزهای افتخارآمیز فرهنگ کارنامه فرهنگیش این بود که بیش از 20 نشریه رو منتشر کردن و تعطیل شده. یعنی میخوام بگم در فضای فرهنگی و روشنفکری ما نشریات با دوام جزء اصول کار ما نبودن. برای همین من فکر میکردم شاید ما بتونیم یک آمیزه ای از نشریه عمومی و نشریه روشنفکری رو تمرین کنیم. یعنی یه چیزی که شما دوستانی که میدونن در این نزدیک به 30 سالی که ما منتشر شدیم، ما اولین نشریه عمومی هستیم که صفحه شعر و داستان داره. ما اولین نشریه عمومی هستیم که به امور ادبی و فرهنگی هم کما بیش دقیقا. من میخواستم ببینم این آمیزه آیا شدنی هست؟ آیا میتونه دوام بیاره؟ آیا میتونه مورد استقبال و اقبال عمومی قرار بگیره؟ و خوشبختانه این جواب داد، جوابش هم خوب بود، هرچند که خب میدونی که گرفتاری های دیگه هم با خودش میاره. آره، حالا میپردازیم به اون گرفتاری ها، ولی اون موقع با چه امکاناتی شروع کردیم؟ عرض میشه بعد دوستی داشتم که بهش پیشنهاد دادم که اگر اون بتونه به لحاظ مالی کمک کنه ما نشریه رو منتشر کنیم و ایشون موافقت کرد و فکر کنم یه دهه اول کار رو با هم انجام دادیم. بعد ایشون جدا شد از بابا موندیم. یعنی یک دوستی بود که به لحاظ مالی کمک کرد به این کار. حالا بعد از انقلاب خب سیلی مهاجرت به خارج خیلی زود شروع شد و در به خصوص بعد از سال 62 که خیلی از سازمان‌های سیاسی رو عملا سرکوب کردن و به خارج اومدن، نیاز برای انتشار نشریه هایی مثل چیزی که شما منتشر میکردید و کردید و میکنید شهروند خیلی زیاد بود و اغلب کشورها هم و شهرهای بزرگ اروپایی آمریکایی نشریه هایی شبیه منتشر میکردن، ولی اغلب اونها دوام نیاوردن و خیلی بعد از چند سال بسته شدن. ولی نشریه شما از معدود نشریاتی هستش که کماکان مونده و نه فقط به صورت و حتی به صورت کاغذی چاپ داره میشه و منتشر میشه، چون بعضی نشریات به صورت اینترنتی کماکان هست. حالا چطور تونستین شما این چقدر 20 نزدیک 28 ساله چطور تونستید؟ با اون 4 سال صاحبانم حساب کنیم ما 32 سال آلموس اینجا نشده. خدمتتون عرض کنم که خب شاید یکی از دلایلش جامعه ایرانیان کانادا باشه. جامعه ایرانیان کانادا یک جامعه متفاوتی است به نسبه با جوامع ایرانی دیگه جهان. من فکر کنم تو این سالهایی که در کانادا بودم به 52 کشور سفر کردم و بیشتر هم رفتم سخنرانی کردم یا با جوامع ایرانی اونجا دست کم در تماس بودم و یک آشنایی نسبی گزارش هم دادم همه این سفرها را، یا آشنایی نسبی هم با جوامع این ارضی رو که دارم میکنم یک پشتوانه منطقی هم پشتش هست. اینه که جامعه ایرانیان کانادا یک جامعه به نسبه متفاوتی است با جوامع دیگه. خود ما هم در کاری که کردیم، حالا اگر این خودستایی ازش
به دست نیاد سعی کردیم یه ابتکار بخرج بدیم. کار همون عرضی رو که کردم خدمتون که ما صفحه شعر و داستان داشتیم، این بعدها در نشریات موفق ایرانی مثلا جامعه، توس، نشریاتی که بعد از دوم خرداد در ایران منتشر شدن، اینا صفحه شعر داستان گذاشتن در نشریه روزانه. ما هفتگی بودیم، مجبور بودیم یک آمیزه ای از این مسائل داشته باشیم، ولی اینقدر این مقبولیت پیدا کرد و به نظر منطقی اومد و در جامعه ایرانی با اقبال روبرو شد که نشریات روزانه هم این کار کردن. منظورم اینه که شاید این گونه های ابتکاری که خدمتتون عرض کردم ما سعی کردیم در این آمیزه انتشاراتی به وجود بیاریم، کمک کرد به اینکه نشریه بتونه هم در دل خوانندگان خودش جا باز کنه و هم بتونه برای، چون شما میدونید نشریات ما نشریات رایگانه و باید بتونه خرج و دخل کنه به لحاظ کاری که میکنه. ما یک کادر دائمی داریم اینجا، شما دفتر ما رو ببینید چندین نفر اینجا کار میکنن و کلی هزینه داره خلاصه نشریه و این هم در سایت هست هم در صورت کاغذیش. اینی که جامعه ایرانی حمایت کردن و امیدوارم بیشتر هم حمایت کنن که بتونه دوام بیاره. خب حالا صرف نظر اشاره کردید به ستون شعر و ادبیات و داستان، چی دیگه می‌نویسید تو مجلتون؟ یعنی چی چیزی که به هر حال مردم استقبال می‌کنن؟ یک بختی که شاید با ما همراه بود این بود که من همیشه اینو به شوخی و جدی گفتم که شما نویسنده صاحب نام ایرانی پیدا نمی‌کنین که یک بار با شهروند همکاری نکرده باشه. یعنی تقریبا هم در درون ایران هم در بیرون ایران، یعنی ما این بخت با من بود که یک مجموعی از نویسندگان شناخته شده دارای نام با اعتبار با شهروند یا به همکار دائمی شهروند تبدیل شدن یا دست کم یک بار با شهروند همکاری کردن یا مقاله شعری، داستانی یا نقدی، مصاحبه اینا داشتن. من خاطرم نمیاد، زنده‌دار رضا سید حسینی هم میگفت که اون چیزی که به نظرم در مورد تو کار کرده شهروند نبوده، مهره ماری بوده که تو داری. حالا امیدوارم نمیدونم کدومش، ولی این بخت بزرگی بود که ما از پشتیبانی جمعیت بزرگی از نویسندگان و اینا هر کدوم طرفداران و دوستداران و علاقمندان خودشونو داشتن به تبع به ما هم کمک کردن که بتونیم دوام بیاریم. وقت چطور توزیع میکنین نشریاتون و با چه تیراژی چاپ میکنین؟ مراکز توزیع هست در اینجا، در یک جایی نزدیک به 100 مرکز ایرانی. یعنی مغازه و رستوران و نمیدونم جاهای مختلف، همه مراکز ایرانی. چند نسخه چاپ میکنین شما؟ ما 10,000 تا تیراژ میکنیم. 10,000. خب شما گفتین که رایگان پخش میکنین، واقعا درآمدتون از کجا میاد؟ از آگهی ها. ما اینجا در کانادا در سالهای گذشته بیشتر، اکنون کمتر و احتمالاً در آینده باز کمتر، دولت‌های هم ایالتی و هم فدرال با دادن آگهی به رسانه‌های اصلی و رسانه‌های قومی کمک می‌کردند. در اونتاریو استانی که ما هستیم یک چیزی نزدیک به 300 عنوان نشریه قومی منتشر میشه. نشریات اصلی را الان جز این لیست من نیاوردم. این 300 نشریه قومی به اگه نگم چند صد زبان، به چند ده زبان منتشر میشن و خب همه اینا یک، اگر پیش از 2 سال منتشر شده باشن، اگر از تیراژ حداقلی 5,000 تایی برخورد باشن، از آگهی های دولت استانی و دولت فدرال استفاده میکنن. متاسفانه اینا هر سال کمتر شده ولی همچنان هست و بعد در واقع پشتیبانان اصلی کار ما کار و کسب های ایرانی هست. شما در یک مقاله ای که 4 سال قبل منتشر کردید، چه میکنم به مناسبت 24 سالگی شهروند بود، شما نوشتید از وضع بد اقتصادی خیلی شکوه کردید و اینکه به همین دلیل وضع بد اقتصادی خیلی از نشریات تعطیل میشن. وضع اقتصادیتون چقدر بده؟ خیلی. این وضع بد اقتصادی تنها شامل حال ما نیست. من یک بارها اینو نوشتم که ما یک جمعیت
به گفته 5 میلیونی و به گفته 3-4 میلیونی ایرانی در خارج کشور هستیم، ولی این جمعیت تیراژ کتابش همچنان 500 تاست. اگر رسانه های ایرانی دوام آوردن یا حمایت های دولتی داشتن و یا تجارتی بزرگ، یعنی یک آدم خیلی متمول یا اهل فکری بوده از رسانه ای حمایت کرده تا دوام آورد. من یک مثالی زده بودم، بارها اینو نوشتم، که اگر ایرانی ها ماهی یک دلار هزینه فرهنگ میکردن، ما ماهی 5 میلیون دلار و سالی 600 میلیون دلار درآمد داشتیم که میتونستیم خرج فرهنگ کنیم، و ما اون یک دلاره رو نمی کنیم. همچنان نمی کنیم. ولی آقای زرعی، شما 4 سال قبل اون مقاله رو نوشتید، الان 4 سال گذشته و کماکان شهروند منتشر میکنید، یعنی که قاعدتا نباید اونقدر هم وضعیتون بد باشه. خیلی سوال خوبی، بعد یه امر نسبیه جناب فانی عزیز. بدتر نسبت به گذشته وضعمون بدتر شده. از سوی دیگه شما یادتون باشه که جامعه ایرانی، یعنی اینجا با من یک رابطه خیلی شاید نزدیکتر و صمیمانه‌تر و عمومی‌تری داره در قیاس با رسانه‌های عادی. اینی که ما هر وقت خیلی گرفتار میشیم به یکی از این دوستان مراجعه میکنیم و میگیم آقا چرا رفع گرفتاری میکنین یا ما از شهر رو ترک میکنیم. اینه که دوستان اجازه نمیدن ما شهر رو ترک کنیم، اینه که رفع گرفتاری میکنه. ولی سخت شده. اینو به راستی میگم که سخت شده. ولی حالا شما اشاره کردین که به هر حال بخش زیادی از آگهی ها و اینا میگیرید. من این نگاهی به وقت نشریه چاپیش، لااقل چاپی شهروند میکنم، میبینم اونقدر توش آگهیه و حتی رو جلدش اونقدر که حتی تیترهای اصلی تو توش گمه. یعنی یه مقداری فکر میکنین از ارزش فرهنگی کارتون کاسته میشه با این شیوه ای که شما به هر حال آگهی میگیرید، یعنی و حتی همطور گفتم رو جلدش؟ ما کم آگهی ترین نشریه فارسی زبان کل کانادا هست. یک. دو، من اینکه با همه این آگهی ها اون گرفتاری ها رو داریم. یعنی حالا فکر کنید اگه اینا رو نداشتیم دیگه چی میشد؟ من همیشه گفتم که اگر هموطنان ما هر کدوم 50 سنت در هفته به ما میدادن، ما احتیاج نبود حتی یک دونه آگهی در نشریه داشته باشیم. شما اونا را با این رسانه پربیننده تون قانع کنین که اون 50 سنت رو به ما بدن، ما به شما قول میدیم همین آگهی رو برداریم. آها، ولی یعنی به هر حال جواب سوال من ندادین. شما فکر میکنین که به این شیوه ای که شما یعنی به خصوص مثلا روی جلد دارین میکنین، یعنی تفاوت نشریه شما که شما ادعا دارین یک نشریه فرهنگی هستید و مقالات خیلی جدی توش چاپ میکنین، مقالات سیاسی هم حتی چاپ میکنین، با اون نشریاتی که توی مثلا رستوران ها پخش میشه که صرفا برای آگهی این کارو میکنن و نقش و نگارای خیلی زیبایی هم میکشن و روش رو عکس جالب میذارن، تفاوت اون وقت چیه؟ فشار جامعه اینه که همه شما رو به اون مسیر بکشونه. ما جز سخت پوستان این کار بودیم که همچنان داریم این آمیزه رو ادامه میدیم. شما یادتون باشه که جامعه وقتی به لحاظ فرهنگی از شما پشتیبانی نمیکنه، شما رو روز به روز داره هل میده به اون سویی که نرم جامعه است و همون شکلی از رسانه ها که شما فرمودین. ما خیلی سخت جانی کردیم در طول این 32 سالی که در اینجا نشریه منتشر کردیم که کاملا به اون سو کشیده نشیم، ولی خب متاسفانه این خرج و دخل های کار شما را به میزان زیادی مجبور به اون گرفتاری هایی که شما اشاره کردین میکنه. در این حال ما همچنان نشریه هستیم که کمترین آگهی را در کل رسانه های فارسی زبان کانادا در این کشور داره. حالا آقای زرهی، تو این دور زمونه معمولا گرایش بیشتر به طرف اینه که نشریه به صورت به اصطلاح اینترنتی چاپ بشه و دیگه نشریه کاغذی خیلی کم شده. شما میدونید حتی روزنامه معتبری مثل ایندیپندنت در لندن این رو هم کاغذیش رو متوقف کرده و الان به صورت فقط آنلاین یا اینترنتیش منتشر میشه. حالا شما چه احساسی دارین که کماکان نشریه به صورت کاغذی ادامه بدید؟ ما اصرار نداریم. ما یکی از نخستین نشریاتی هستیم که سایت داشته. ما در سال 1996 با یک هزینه خیلی بزرگ سایت شهران را انداختیم. یعنی اگه ببینید 5 سال از نشریه
جوانتر سایتش و خیلی هم دوست داریم اتفاقا که در اون شکل از کار بتونیم موفق شیم و همین کار رو اونجوری انجام بدیم. ولی خاطرتون باشه که همچنان جامعه ایرانیان و به ویژه جامعه اهل کسب و کار ایرانی با دنیای مجازی به لحاظ بیزینسی نه به لحاظ شخصی و این سوشال مدیا رو عرض نمی کنم به لحاظ کسب و کاری همچنان مشکل داره و همچنان فکر میکنه که این کاغذ و این حس و لمس و رابطه کاغذی شاید بیشتر کارگر باشه. نه ما اصرار نداریم. ما خلافش اصرار داریم. بفرمایید شما هم عمل خواهیم کرد. بسیار خوب آقای زری، در شرح حالی که شما برای وبلاگ شهر زادگاهتون سیریک نوشتید میگید که در امر فرهنگ دوره شاعری کردم، قصه و رمان نوشتم، نمایشنامه نوشتم، پژوهش ادبی کردم و روزنامه‌نگاری دیگر حرفه‌ام شده است. آیا این به این معناست که دیگر به قول خودتون شاعری نمی‌کنید، قصه نمی‌نویسید و فقط روزنامه‌نگاری؟ خیلی ممنونم این اشاره فرمودید. از شاعری استفاده دادم. بله سال هاست و یک مجموعه شعر چاپ کردم و بعد از همون مجموعه تو همون مجموعه هم نوشتم که این کار من نیست و اینا رو هم دارم منتشر میکنم که خودم رو از شر که نمیتونم بگم خودم رو از دستشون آزاد کنم. ولی کارهای دیگر رو میکنم. هم اکنون ما داریم هم ترجمه میکنیم هم قصه می نویسم. یک آخرین کاری که داریم می کنیم یک رمان از اورهان پاموک داریم ترجمه می کنیم. یه رمانی از یه نویسنده خیلی خوب ایتالیایی ترجمه کردیم. من یک رمان از یه نویسنده آمریکایی ترجمه کردم. نه همه اون کارا رو می کنم. اونا جزء اموری هستند که دست از سر ما بر نمی دارن. چیزایی رو که می شد از دست از سرشون برداشت یا اونها دست از سر ما بردارن سعی کردم از کنارشون رسیم. نمایشنامه ننوشتم بعد از ایران. شما زمانی دو نمایشنامه نوشتید که اجرا شد و خیلی ده ها نمایشنامه نوشتم. حتی بعضیش از تلویزیون دو تا شد. زار و باد سرخ اجرا شدن، از تلویزیون ایران هم پخش شدن. خیلی از این کارا کردم ولی خب دیگه در خارج از کشور روزنامه‌نگاری نذاشت. شما پیشتر اشاره کردین که ممکنه به هر حال اونقدر مردم فرهنگ دوست یا لااقل فرهنگ پناه یا چه بیشتر فرهنگ ورز نباشند که بایست می بودند و اینا، ولی به طور کلی نسبت به جمعیت ایرانی که در اینجا هست آیا تناسب بین فعالیت های فرهنگی با این جمعیت می خونی یا شما فکر می کنید خیلی کمه فعالیت های فرهنگی در اینجا؟ دو چیزو با هم بگم خدمتتون. یکی این که اولا تورنتو خیلی شهر فرهنگیه. تورنتو یکی از بعد از شیکاگو فکر کنم یکی از پرنمایش ترین شهرهای دنیاست به لحاظ فستیوال و به ویژه تئاتر. یکی از شهرهای جامعه ایرانیان اینجا، حالا نمیدونم آیا تحت تاثیر شهر هست یا چیزهای دیگه، از زمانی که من اینجا اومدم، من از 1987 که اومدم کانادا، میدونم که همیشه شهر فرهنگی بوده. همیشه ما اینجا برنامه های مختلف، شاید هزاران برنامه از واژه و گونه های دیگرش برگزار کردم، همیشه با اقبال عمومی روبرو شده. همیشه جمعیت بزرگی از همشهریان ما به امور فکر و فرهنگ علاقه نشون دادن، حتی گاه حمایت و پشتیبانی مادی کردن. اینی که به نظرم شاید از منظر من علایق شخصی را فراموش نکنین، 30 سال با هم بودن و با هم زندگی کردن را هم در نظر بگیرین، به نظر من یکی از فرهنگی ترین جوامع ایرانی خارج کشور جامعه ایرانیان کانادا و به ویژه جامعه ایرانیان تورنتو و اونتاریو. اینه که شهر فرهنگی با بوشهرش اینه که کمک فرهنگی زیادی میکنن از نظر مالی به نشریاتی مثل شما. گاهی خودم با چت یک چه بگم یه چوالجوزی سوزنی چیزی به خودمون هم بزنیم، چه بسا ما اونقدر که باید در ارائه کاری که داریم انجامش میدیم توفیق نداشتیم که اون جذابیت و حمایت رو گاهی وقت میتونه اشکال از ما باشه. ولی جامعه فرهنگی است. ولی از نظر سیاسی ظاهرا یک مقدار تشتت و اینا وجود داره یا لاقل گلایه هایی شنیده میشه. شد در سال 2007 کنگره ایرانیان کانادا در اینجا تأسیس شد که به هر حال این سازمان به نظر میرسه دوچار پراکندگی شده و اون انسجامی که باید نداشته باشه. اگه اینطوره مشکل چیه واقعا؟
در مورد سیاست که آقا شما خودتون بهتر از ما میدونید، ما مشکل زیاد داریم. ما شاید اینجا هم همیشه ما گفتیم هر کدوم از جوامع ایرانی خارج از کشور یک روستایی، یک دهی، یک شهر کوچیکی هستن از جامعه مادر ایران، و اینه که اون مشکلات با ما میاد و به طبع تأثیر میذاره در تمام روابط اجتماعی و سیاسیمون. کنگره ایرانیان هم به ذات یک کار خیلی پیچیده است برای جامعه ایرانی که خیلی تمرین دموکراسی و مراعات و خیلی چیز، حالا من اصلا نمیخوام وارد اون مقوله بشم، مقوله پیچیده ایم خواهد شد، ولی اینا را جامعه ایرانی خیلی تمرین و ممارست باش نداره. کنگره ایرانیان قرار بود که بشه یک چتری برای کل این جامعه. برای ایجاد اون چتر خب خیلی مقدمات و مؤخرات و همدلی ها و همکاری ها و چیزهای دیگه میخواد. اینا در جامعه ایرانی متاسفانه نیست. کنگره اینجا هم تبدیل شد به همون ابزاری که در دست هر بار یک گروه یا سازمان سیاسی در بیاد و اونا مطامع خودشون رو بیشتر پیش ببرن تا اون چتری که توقع بود در جامعه ایرانیان ایجاد بشه از سوی کنگره. علی‌رغم اون که در اساسنامه این کنگره میگه که سازمان غیر انتفاعی، غیر حزبی و غیر مذهبی، ولی با این حال به هر حال نفوذهای سیاسی کنگره آقا شبیه قانون اساسی خودمونه. در نوشته همه چیز هست ولی در اجرا نه، متاسفانه نشد اون چیزی که میبایست میشد نشد. ولی امیدوارم بشه. خاطرتون باشه که همچنان جامعه ایرانی به مقاله آقای تابع محمدی اگر در شهروند این شماره که من شک ندارم شما خوندینش دیده باشین، میبینین که خب یک کاری داره میشه و به نظرم من میاد که نتیجه مثبت و مفید خواهد داشت. خیلی متشکرم آقای حسن زرهی از حضورتون در برنامه. منم تشکر میکنم از شما. قربون شما. ممنون.